سلام دوستان خوبم، به کانال آشپز خونه خوش اومدین. روزهای سرد زمستونی شروع شده و کدو حلوایی هم فراوون. تصمیم گرفتم طرز تهیه سوپ کدو حلوایی رو که بسیار خوشمزه است با شما به اشتراک بذارم. این نوع کدو حلوایی اسمش هوکایدو هست و احتیاجی نداره که پوستش رو بکنیم، پوستش هم قابل خوردنه. این کدو حلوایی وزنش 1 کیلوه که ما به نصف این کدو حلوایی احتیاج داریم. مواد لازم برای تهیه این سوپ برای 4 تا 6 نفر هست. کدو حلوایی خیلی سفته و باید خیلی احتیاط کنین موقعی که میخواین به قسمت‌های کوچیک‌تر اون رو تقسیم بکنین. خب اینجا تخمای کدو حلوایی رو در میارم. اگه دوست داشته باشین میتونین بشورین، توی سینی خشک کنین و بعداً تخما رو بو بدین. کدو حلوایی رو به قطعات کوچکتر تقسیم میکنیم. توجه داشته باشید که قسمت درونی کدو حلوایی رو که ریشه ریشه داره باید جدا بکنیم و دور بندازیم. دوستان اگه از ویدیوهای من خوشتون اومد حتما برای دوستای دیگه‌تون هم بفرستین و لایک و کامنت یادتون نره، خوشحال میشم. اگه هم برای اولین بار ویدیو منو میبینین سابسکرایب یادتون نره، تشکر. برای تهیه این سوپ خوشمزه احتیاج داریم به سیب زمینی 1 عدد، هویجی 1 عدد، پیاز 1 عدد و 1 شاخه کرفس. همه این سبزیجات رو به قطعات کوچک خرد میکنیم. در قابلمه ای که میخواییم سوپمون رو درست کنیم مقداری روغن ریخته و پیازهامون رو که خرد کردیم توی قابلمه میریزیم و تفت میدیم. برای خوشتم شدن این سوپ احتیاج داریم به 1 قاشق چایخوری پودر کاری و 1 تا 2 قاشق چایخوری پودر زردچوبه. بعد از اینکه کمی همه مواد تفت داده شد سبزیجاتمون رو به پیاز اضافه میکنیم. اگه استاک سبزیجاتی دارید 1 استاک سبزیجاتی رو با 0.5 لیتر آب حل میکنید. من اینجا پودرش رو دارم که 1 قاشق غذاخوری پر پودرش رو با آب حل کردم. این محلول رو به سبزیجات اضافه میکنیم. من نمک به سوپم اضافه نکردم چون تو این استاک ها و این پودره به اندازه کافی نمک وجود داره. زمان پخت سوپ 30 دقیقه هست. الان سبزیجات من پخته، یه مقدار آبش به نظرم کم میاد، 1 لیوان آب جوش بهش اضافه میکنم. 4 تا 5 قاشق جوی پرکنده به سوپ هم اضافه میکنم. در قابلمه رو میبندیم و میذاریم سوپمون 10 تا 15 دقیقه دوباره با حرارت خیلی ملایم بپزه. از پخته شدن سوپ همه مواد رو با میکسر میکس میکنیم. برای ملایم شدن طعم سوپ چند قاشق خامه ترش، یاشمند یا خامه معمولی به سوپمون اضافه میکنیم. حرارت زیر سوپمون رو خیلی ملایم کنیم، میذاریم 5 تا 10 دقیقه سوپمون کاملا جا بیفته. الان سوپ من آماده شده و طعمش هم فوق‌العاده خوشمزه است. اینجا اگر سوپتون کم نمکه میتونین یه مقدار نمک بهش اضافه کنین و اگه هم دوست داشته باشین که تند باشه مقداری پودر پول بیبر بهش اضافه میکنین. دوستان حتما این سوپ خوشمزه رو برای خودتون و خانوادتون و یا دوستانتون درست کنید و نوش جان کنید. تا یه ویدیو دیگه و یه غذای خوشمزه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.